از مریوان متولد 1361. فعالیت هنریمو با کلاس‌های طراحی از مریوان سال 74 شروع کردم. برگزیده دو تا از جشنواره غرب کشور بودم در زمینه طراحی و همکنون دانشجوی نقاشی دانشگاه هنرم. نسیمی، کارهای ارائه شده توی نمایشگاه از طرف شما یه سری کارهای طراحی بوده. میتونین توضیح بدین که چرا انقدر به طراحی بها دادین؟ طراحی برای من از کلاسه آیه منصوری شروع شد. تأکیدی که ایشون رو طراحی داشتن منو به این سمت سوق داد که در زمینه طراحی فعالیت زیادی داشته باشم، یعنی تجربه اندوزی زیادی کنم و به این دلیل که تجربه اندوزی در زمینه طراحی بیشتر بود کاره ارائه شدم و تو زمینه چاپ لینو و چاپ مس انجام دادم. یکی از خصلتی که بچه های کردستان دارن اینه که خیلی طراحی قوی هستن. فکر میکنین که این خصوصیت از کجا ناشی میشه؟ این خصوصیت فکر میکنم برمیگرده به اساتیدی که وارد هنر طراحی رو آوردن به کردستان، از آقای ضیاءالدینی فکر میکنم نشأت بگیره. فرآیند طراحی صرفا این قضیه نیست که من سفید و سیاه داشته باشم، یعنی اون فلبداهگی که حتی حالا شما میتونید با رنگ کار کنید، ولی اون فلبداهگی که تو طراحی بهش میرسیم تو رنگم اون تأثیر خودشو داره، اون حس و حال، اون ریتم کاری که تو طراحی بهش میرسیم، چه میدونم اون همون دغدغه‌های ترکیبندی و کمپوزیسیونی که داریم، فقط اینجا رنگ به عنوان عنصر به اون عناصرمون اضافه میشه و کنترل میکنه. تو نسل جوان تو هنرمندای کردستان معمولا گرایش به مدرنیسم خیلی بیشتر از استاداشونه. میتونی برای من بگی چرا؟ خب این برمیگرده به جریانات روز هنر دنیا و اینکه جوانا دوست دارن که نسبت به استاداشون، البته این یه چیز طبیعیه، یعنی که همیشه شاگرد نسبت به استادش جلوتر میفته و این اگه رخ نده این مسئله، یعنی اینجا یه استاد یه کمکاریایی داشته و این چون یه جنبشای روز دنیا، یعنی جنبشایی که الان در حال شکل گرفتنه و شکل گرفته و مدرن‌تر آبستره‌تره، یعنی از اون فضای فیگوراتیوی که اساتیدی که ما داشتیم و اینقدر تأکید داشتن به مسئله فیگوراتیو خارج شده، فکر کنم این یه روند طبیعیه که به هنرجوهای اون اساتید بالاخره وارد این فضاهای بشن و فضاهای نوتری داشته باشن.
خصوصیت عمده آثار ارائه شده شما توی این نمایشگاه اینه که انسان‌ها رو توی وضعیت خاصی طراحی می‌کنه. در مورد این وضعیت برای ما بیشتر توضیح می‌دید؟ انسانایی که یا شخصیت‌ها یا کاراکترایی که من دارم، انسانایی هستن که توی حالت نوستالژیک خاصی قرار گرفتن. یعنی یک برشی از یک مقطع خاص زندگیشونه. و این برش خاص در کنار فضای به اصطلاح عاشقانه این شخصیت ها قرار گرفته که فکر میکنم یک ویژگی مشترک بین نقاشه کردستان این ویژگی باشه که دغدغه، یعنی نشانه هاشون یا سمبولاشون یه جورایی تمایل به جنسیت و عشق و جنسیت تو اینا دیده میشه، ولی متاسفانه نشانه هایی که برای کارشون انتخاب میکنن یا تو کارشون دیده میشه نشانه های خیلی روحی هستن. یعنی سریعاً خواننده رو به بیننده رو به تأویل این نشانه ها بر نمی انگیزه و خیلی سریع این خوانشی که پشت اینا هستشون تأویل رو زود سریعاً به بیننده ارائه میشه. ولی من خودم به شخص سعی کردم، حالا نمیدونم تا چقدر تونستم موفق باشم، جداشم از این روندی که از نشانه هایی که خیلی رو هستن استفاده نکنم. خب این برمیگرده به همون فضایی که اول صحبتم، یعنی فضای غم غربتی که گفتم، یعنی شخصیت هایی که در یک موقعیت خاص زمانی قرار گرفتن و یه سری خاطرات و رویاهاشون براشون تکرار میشه. رفتن از این فضا فقط صرفا به معنی جغرافیا میتونیم قرارداد کنیم، ولی رنگ‌های اون فضا، ترکیب‌بندی‌های اون فضا همیشه چیزیه که ثبت شده، حک شده تو ناخدا زمین ناخودآگاه این نقاش. این چیزی نیست که بگیم از اون جغرافیا جدا شه، مگر اینکه مطالعات آکادمیکش یا عین به عینش، طراحی عین به عین یا مطالعات رنگی عین به عینش فضای دیگری باشه شاید. ولی اینکه فضای دانشگاه، خب مسلماً اساتید مختلف، نگرش‌های مختلف نسبت به هنر طراحی و نقاشی باعث میشه که از اون فضای تک‌بعدی تک‌محوری که یک روش و اصول داره خارج بشه و یک نوع اعتماد به نفس خاصی من میبینم بین کسایی که آکادمیک یا دانشجو هستن، کسایی که تحت نظارت استادی کار میکنن، یعنی چیزایی که اون استاد فقط میگن اون استاد، ولی کسایی که دانشجو هم و فضای دانشگاه تجربه کردن با اعتماد به نفس رو کارا میتونن صحبت کنن یا نگرشه دیگر رو قبول کنن، نقد پذیری خاصی پیدا میکنن و در کل مثبت ارزیابی میکنن.